این خانه حمد، خانه حمد و تشکر بنده شاکر منه. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند هر کسی اولین جملش هنگام مصیبت انا لله و انا الیه راجعون باشد و بعد این دعا را بخواند، اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرا منها، این دو تا جمله بگه، خدایا در این مصیبت بزرگ به من پاداش بزرگ بده. پاداش بزرگ در مقابل چیه؟ در مقابل صبر بزرگ. این دو تا جمله هم باید اضافه بکنیم، اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا به من اجر بده توی مصیبتم، من صبر کردم، هیچی نگفتم، نه یقه پاره کردم، نه مو پریشون کردم، نه جیغ زدم، نه گریه های با صدای بلند، نه خاک تو سرم ریختم. وخلف لی خیرن منها، و خدایا این چیزی که از من گرفتی بهتر جایگزینش کن. من بیچاره‌ای که عقیدم ضعیفه، نمیدونم که تو خزینه خداوند بهترین ها وجود دارد، فکر میکنم همین پسر من بهترینه، فکر میکنم که همسر من بهترینه، فکر میکنم مادر من بهترینه، خواهر فکر میکنه شوهر خودش بهترینه. من یه مثال میزنم، همه تصدیق میکنید که بهترین ها نزد خداست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی بگه انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی، به فارسی بگید اشکال نداره، و اخلف لی خیرا منها، خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، به من اجر بده، خدایا چیزی که از من گرفتی مال خودته، اختیارش داری، بهتر تو خزینه تو هست، بهتر به من بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر مسلمانی و مؤمنی که لحظه ورود خبر مصیبتی این سه تا جمله رو بگه، خدا در دنیا عوضش چند برابر به او بهتر میده، آخرت که بماند. اونجا که دیگه بیت الحمد، قصر حمد، خانه شکر برای درست میکنن. ام سلمه اسم شنیدید؟ امهات المؤمنین، یکی از امهات المؤمنین ام سلمه هست، یکی ام المؤمنین عایشه هست، یکی ام المؤمنین خدیجه هست، یکی ام المؤمنین حفصه هست، این سه تا که زیاد شنیدید، یکیشون ام المؤمنین سلمه هست، ام سلمه. این میگه من این حدیث و توصیه از پیامبر شنیده بودم، تا اینکه ابو سلمه شوهرم فوت کرد. میگه من این حدیث رو تجربه کردم، میگه شوهرم ابو سلمه فوت کرد. دو تا جمله اول گفتم، جمله سوم نمیتونستم بگم، چقدر راحت داره صحبت میکنه. میگه جمله اول گفتم انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی، رسیدم به جمله سوم نمیتونم بگم، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. میگه من فکر میکردم که ابو سلمه تنها مرد زندگی منه، از بس که این مرد خوب بود، خوش حوصله، با ادب، محترم، پاک، کریم، سخاوتمند، نوازشگر، با محبت، هر صفت خوبی که تو انسان خوب باشه تو این میگه بود، کاری، به فکر زن و بچه است، هر کاری کردم، دو جمله میگفتم تا جمله سوم پیست میزدم، تو ذهنم میامد یعنی کسی بهتر از ابو سلمه دیگه شوهر برای من و بابا برای پسر من پیدا میشه. ولی یه لحظه فکر کردم که خیر در اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته، این وسواس شیطانی است، بر خودم پیروز شدم، یک دفعه گفتم، بعد از که این همه کلنجار رفتم با خودم، یک دفعه گفتم که وخلف لی خیرا منها، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. دیگه راحت شده، مثل این که یک بار سنگینی رو دلم بود تا همین که این جمله رو گفتم سبک شدم. میگه بعد از مدتی صدای
حلقه دروازه خونه آمد. تق تق تق. در که باز کردم قاصدیه. قاصد کی هست؟ من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم، خواستگاری ام سلمه. حالا چی میگی؟ میگه جا خوردم. یه بار دیگه بگو. من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم، خواستگاری شما که شما بشی همسر رسول خدا صلی الله علیه وسلم. به نظر شما کدومی که اصلا قابل مقایسه هست؟ ابو سلمه با رسول خدا قابل مقایسه هست؟ آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند، محمد صلی الله علیه وسلم تا جایی رفت 10 تا ما معراج داریم، 10 تا معراج، 7 طبقه آسمان، 7 تا معراج رفت. سقف آسمان هفتم بهش میگن سدرت المنتها. این معراج هشتم بعد از سدرت المنتها مقام قلم، بعد از مقام قلم عرش خدا. جبرئیل تا آسمان هفتم رفت، 3 تا دیگه نرفت. گفت اگر یک قدم جلوتر بیام اینجا حد حدود منه. نور الهی بالهای من رو ذره ذره میکنه، از اینجا دیگه باید خودت تنها بریز. جبرئیل 7 تا معراج رفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 تا معراج رفت. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده خواستگاری ام سلمه، همون که با خودش فکر میکرد که بهتر از ابو سلمه هست، نمیتونم بگم. و آخر گفت بعد از این که ام سلمه بود، مادر سلمه بود، شد ام المؤمنین. کدومی که بهتره؟ وقتی میگیم ام المؤمنین یعنی هیچ مردی از امت محمد